بدون شک، همطور که ماه مبارک رمضان خودش نسبت به ماهای دیگر برتری داره و عبادات در ماه مبارک رمضان اجر بیشتری داره نسبت به ماهای دیگر و زکات هم فرض است، وقتی در ماه مبارک رمضان انجام میشه اجر و پاداش بیشتری داره. ولی توصیه ما برای برادر و خواهر عزیز ما است که هیچ وقت انتظار نکشیم که ماه مبارک رمضان بیای و ما زکات خود را بدهیم. کوشش کنید هر وقت فقیری دیدید، مستحقی دیدید که پریشان بود و نیازمند به همکاری بود، برش کمک کنید، همکاری کنید، زکاتتان رو بپردازید. الله تبارک و تعالی به اساس نیت بندهش برش اجر و پاداش میده. اگر نیت شما خیر باشه، در هر فصل سال که زکاتتان رو بدهید هم اجر و پاداشتان رو دریافت میکنید، مطمئن است. اما مردم ما متاسفانه رسمشان برمی است، باورشان که باش در ماه مبارک رمضان زکاتمون رو میدیم که اجر و پاداش بیشتری بگیریم. خب اگر فرزند فقیری باشه که قبل از رمضان محتاج به کمک و همکاری باشه، او باید چه کار بکنه؟ انتظار بکشه تا رمضان بیای و که شما به او زکات بدهید؟ بنان بهتر می است که هر زمان هر گاه فقیری دیدین محتاج بود، نیازمندی او را برآورده کنین، زکاتتان به او بدهید. ببینید در زکات دو چیز شرط است. یکی نصاب است، وجود سرمایه، طرف سرمایه داشته باشه که حداقل به او زکات بشه. و دومش تکمیل شدن یک سال است، یعنی یک سال مکمل بالای سرمایه بچرخه زکات بالای انسان لازم میشه. مثل که ماه مبارک رمضان یک سال دور میزنه تا که رمضان بعدی میایه. بنابراین خود پرداخت زکات شما، هر کسی پیش خود یک محاسبه داره. یک کسی از در ماه مبارک رمضان میده، یک کسی از زکاتش در ماه شعبان، یک کسی از زکاتش در ماه رجب، یک کسی از زکاتش مثلا در یک ماه دیگر انتخاب میکنه. بنابراین این فرق نمیکنه در اول رمضان باشه، در آخر رمضان باشه، در وسط رمضان باشه. اما بهتر است که اگر در اول رمضان یا قبل از رمضان باشه بهتر است، به خاطر اینکه فقیر یک آمادگی برش بگیره به خاطر ماه مبارک رمضان، یا مثلا قبل از عید باشه که به خاطر عیدش برش یک تهیه بگیره، حالا مواد خریداری میکنه، لباس تهیه میکنه، ضرورت های خانواده ایشو برآورده میکنه، حداقل امکانات به اختیارش قرار بگیره که بتونه از استفاده بکنه. استاد 2.5% از کسایی که ثروت دارن یا بله، زکات 2.5%، 2.5% یعنی از 100% 2.5%. شما 40,000، 1,000، 80,000، 2,000، 100,000، 2.5,000. حالا اگر دلار هم باشه همینه، اگر تومن هم باشه همین است، اگر یورو هم باشه همین است، اگر افغانی هم باشه همین است. یعنی یک کسی خلط نکنه بگه خب به اصطلاح منظور پول افغانی بود یا پول دلار بود یا پول یورو بود، هر کدامش که باشه 100% 2.5% یعنی زکات است. و جالب است که یک نکته دیگر من اشاره بکنم که بسیار از ما فکر میکنیم که زکات یک توان است، در حالی که نه. خداوند در نص سری قرآن میگه در باب زکات، یک جا میگه و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. آنچه شما زکات میدهید به خاطر رضای خدا، خداوند در سرمایتان افزون میکنه. یعنی خود زکات سبب رشد سرمایه است. آفات و مصیبت ها و مصائب و بلاها را از سرمایه دور میکنه. اصل سرمایه محفوظ میمانه. جای دیگر الله تبارک و تعالی در قرآن میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. زکات مال اینها را بگیرید تا این به وسیله زکات مال پاک میشه. من یک مثال را براتون بدم. شما وقت روزه میگیرید صدقه فطر میدهید، به خاطر چی میدهید؟ به خاطر اینکه میگن در ماه مبارک رمضان اگر کدام کم و کاستی و اشتباهی شده، همین صدقه فطر جبرانش میکنه. وقت نماز فرض میخوانید، در کنارش نماز سنت میخوانید، اگر در فرضتان کدام کم و کاستی وجود داره، سنت جایی را پر میکنه. عین قضیه در زکات، در تجارت اگر کدام کمی وجود داشته باشه یا کدام مشکلی پیش آمده باشه، خود این زکات دادن، این زکات سبب پاک شدن سرمایه است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، سبب بخشش گناهان خود صاحب مال میشه. بر علاوه از اینکه چقدر در بین به اصطلاح تعادل اقتصادی در جامعه تنظیم میکنه، بر محبتی بین فقیر و تاجر ایجاد میشه، حل مشکل کسی میشه و به اصطلاح ده ها موارد دیگر. ولی برای خود شخص زکات دهنده فایده داره، هم افزون در سرمایهش میشه، وسیله محافظت سرمایه میشه. شاید طرف مثلا فکر کنه بگه والله 1,000,000 دلار 2,500,000 دلار دادن زکات بسیار سخت است، ولی نمیده. فردا انمون به پلوی گیزه که 2,500,000 نداده سعی میکنه 50,000 از دستش میره به یک وسیله، یک مصیبتی، یک مصائب، یک بلای.
شما که الحمدلله جوانای با دانش و با فهم هستید، شما در سوره قلم، در سوره قلم در جزء 29 قرآن برید ببینید، یک داستان است خداوند بیان میکنه، خیلی عجیب است. یک مرد صالحی میگه یک آدمی بود که یک باغ بسیار زیبایی داشت، هر سال وقتی میوه را برمی‌داشت یک بخشی از این میوه را به فقرا تخصیص داده بود. میگه ناگاهی مرد مریض میشه در بستر بیماری و فوت میکنه. بچه‌های زی چند تا جوان کاکا هستن جمع میشون، میگن که خب حالا پدر هر سال کار میکرد نصف میوه را برای فقرا میداد، ما دیگه نمیدیم برای فقرا میبره، اصلا چی ضرورته که ما بدیم این میوه؟ میوه از خود ماست، پدر ما کار میکرد به خود میکرد، اصطلاح کار اشتباه میکرد، ما نمیکنیم همه کاره. خب میگن که خب چی کار باید بکنیم در وقتی فصل چیدن میوه؟ فقیرا عادت دارن، همه خبر میشون میان حق خود رو میگیرن. میگه بین خود مینشینن تصمیم میگیرن که خب در نیمه های اخیر شب میرویم، یعنی قبل از اینکه صبح طلوع کنه میریم در باغ، میوه را به اصطلاح کلا جابجا میکنیم، تهیه میکنیم پیش از اینکه فقرا خبر بشه، بعدا او را در جای پنهان میکنیم یا میبریم میفروشیم. یک مثال ار داده خداوند به خاطر فهم ما. بعد میگه همین شب که اینا همین تصمیم رو میگیرن، همین نیت رو میکنن که حق فقرا رو محکوم کنه، به اصطلاح فقرا رو محروم بسازن، حقشان رو ندن، قدرت پروردگار یک طوفان میاد، کلا یک سایقه می باغ مکمل می سیل میبره که هیچ آثاری از این باغ نمیمانه. حتی خود آیت قرآن میگه وقتی که اینا رفتن شب هنگام در پیش باغ، میگه یکی به یکی دیگه میگفت که ما راه گم کردیم، اصلا ما گمراه شدیم، مثلا اینجا باغی وجود نداره، چنان نابود شده بود که هیچ آثاری از اون نمانده بود. بعد همون آدم و شوارتر اینها برایشان گفت که نگفتم نکنیم همه کار، ما نیت بد کردیم، فقرا رزقشان محروم کردیم، همو پدر کار خوب میکرد، هم فقرا را میشد هم پدر را میشد، حالا خود نه ما را شد نه فقرا، کل چیز از دست رفت. بسیار از مردم تصور میکنن که این زکات یک توان است، والله میگه حالا چی یعنی چی بدیم ما دونی مزار، به خاطر چی بدیم 100,000 دونی مزار دلار بدیم زکات؟ تو دونی مزار نمیدی، ولیکن یک مصیبتی از یک جای میای که به جای دونی مزار 50,000 میدی، خودت هم ناخودآگاه مجبور استی بدی، به اختیارت هم نیست که ندی. ما برنامه های کمکی متعددی داریم، چی در ماه مبارک رمضان و چی در غیر ماه مبارک رمضان. در ماه رمضان برنامه توزیع افطار هست، برنامه توزیع مواد خوراکی برای فقرا هست و همچنان توزیع پول نقد است برای هموطنان بی‌وضعیتمان. او برادران و خواهرانی که علاقمندی سهمگیری در این بخشی از کمک های رمضانی دارن، ما به تیم کاری ما و بنیاد خیریه ما در خدمت شما زیان دل قرار دارد. و همچنان در بخش تعلیم و تعلم، عزیزایی که میخوان در این بخش سهمی داشته باشن، ما الحمدلله خوشبختانه مرکز قرآنی داریم و همچنان دارالایتام داریم که در خدمت شما زیان دل قرار داریم. و عین قضیه عزیزایی که در بنای مساجد میخواهند سهمی داشته باشن، همین لحظه‌ای که ما با شما صحبت میکنم مساجد تحت کار داریم که عزیزای ما میتوانند در این بخش ها سهم بگیرن. و در بخش آبرسانی، حفره چاه ها، همین طوری که از این بگذشته، ما و تیم کاری ما و بنیاد خیریه ما با جان و دل در خدمت شما ایزان قرار داشتیم، از این به بعد هم در خدمت شما هستیم. نکته آخری که میخواهم تذکر بدم این است که تا زمانی که مطمئن نمیشوید با آدرس ما کمکتان نفرستید، به خاطر اینکه صفحات جعلی متعددی جور شده در فیسبوک، در یوتیوب، در اینستاگرام، در تیک تاک که افرادی هستن از نام ما و از آدرس ما و بنیاد ما سوء استفاده میکنن. به همون خاطر همیشه شماره دفتر ما در زیل ویدیوها نشر میشه، عزیزایی که میخوان سهم بگیرن با او شماره دفتر پیام بگذارن، انشالله مستقیما به خود برادر کوچکتان وصل میشوید و مطمئن میشوید از فرستادن کمکتان.